تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از اول قرآن خدا لطف کرد شروع کردیم، هر آیه رو 5-6 دقیقه تقریبا تفسیر گفتیم، رسیدیم به جزء 7 سوره انعام، الان آیه 21 بشنویم. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون. کیست ستمکارتر از اون که به خدا دروغ ببنده یا آیات الهی رو تکذیب کنه؟ قطعا ستمگران رستگار نمیشن. کلمه اظلم تو قرآن، ظالم که معلومه، ظالم اظلم یعنی ظلمش از همه بیشتره، مثل میگن فلانی اعلمه یعنی علمش از همه بیشتره. 15 مرتبه کلمه اظلم اومده. من اظلم کی از این بدتر؟ یعنی ظالم تنازم اینا، و اینها رو به ظلم فرهنگی گفتن. ظلم فرهنگی اظلمه. افترا به خدا، کتمان حق، کتمان شهادت، یا بازداشتن مردم از مسجد که اونم یه رقم ظلم فرهنگیه. اصولا هر چی مقدس‌تر باشه ظلم خطرناک‌تره. شما اگر یه سیلی بزنید تو گوش یه جوان ظلمه، اگر بزن تو صورت نوجوان ظلمش بیشتره، اگر زد تو صورت کودک ظلمش بیشتره، اگر زد سیریز تو صورت یه نوزادی که تو سینه مادرشه، بچه مثلا 3-4 ماهه سیری بهش بزنه. یعنی هر چی طرف لطیفتر، عزیزتر، پاکتر، مقدستر بشه ظلمش بیشتره. و ما مقدسی بهتر از مقدس خداوند ذات مقدس او نداریم. چون او خیلی مقدس است، بنابراین ظلم به او هم که افترا به خدا ببندی. گاهی از کردم میخوان جوک درست کنن و خدا و قبر و قیامت و معادم اسمس میفرستن و دیگه شوخی ها به اونجا هم میره. قرآن فرماد عبالله و آیاتهی کنتم تستهزه اون، یعنی جوک تا خط قرمز نداری، جوک و طنز تا مقدسات هم رفته، عبالله و آیاتهی کنتم تستهزه اون. بنابراین هرچی قداست بیشتر باشه، یعنی بی احترامی به کتاب بده، بی احترامی به قرآن خیلی بده. ولذا ظلم به فکر مردم تو اعضای بدن، سیلی که مخوره پوست صورت درد میگیره، اما ظلم به فکری به مغز ضربه میخوره. کتمان حق، به همین خاطر گناه کتمان رو میگه یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، جن و انس و فرشته و خداوند برای همیشه لعنت میکنن. چرا حق رو کتمان کرد؟ چرا وقتی حق رو کتمان کردی مردم در بیخبری میمونن؟ و من اظلم ممن، به هر حال هرچی مقدس تر بشه ظلم بیشتره. شرک، افترا به خدا، ادعای نبوت دروغی، بدعت، تفسیر برعکس، اینا همه نمونه ظلم فرهنگیه. در سوره بقره آیه 78 یک آیه داریم 3 مرتبه ویلون توشه، یعنی ظلم اجتماعی یه بار ویلون لکل همزتن لمزه، وای به اونا که تو جامعه مردم مسخره میکنن و نیش میزنن. ظلم اقتصادی یه بار وای داره، ویلون للمتففین، وای به کم فروش ها که ظلم اقتصادی میکنن. اما ظلم فرهنگی میگه ویلون، دومته میگه ویلون، دومته میگه ویلون، در یک آیه 3 بار میگه وای به کسی که یه چیزی رو با دست خودشون میسن، میگن هذا من عند الله، یک تومون رو به عیدی هم با دستشون سن میگن این فویل لهم مما. برای که من آیه رو غلط نخونم ازده بدید از روش بخونم، آیه 78 از سوره بقره. فویل للذین یکتبون الکتاب به عیدی هم ثم یقولون هذا من عند الله، وای به کسانی که یه چیز رو با دست خودشون میسن، میگن این اقتصاد اسلامیه، حقوق اسلامیه، سیاست اسلامیه، اخلاق اسلامیه. چرا لیش رو بهی ثمن قلیلا، برای یه لقمه نون. دو مرتبه تو هم آیه میگه فویل لهم مما کتبت ایدیهم، دو مرتبه میگه وویل لهم. در یک آیه 3 مرتبه وید برای ظلم فرهنگی که آدم یه چیز بنویسه نصفش به خدا بده، تفسیر برای بدعت، افترا، شرک، کتمان، بزرگترین ظلمه. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد
ما را از ظلم‌های کوچک و بزرگ هممون حفظ بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.